تظاهر کنندگان ضد اسرائیل در دانشگاه کلمبیا که اوایل هفته گذشته در صحن چمن دانشگاه چادر زده بودند، روزهای شنبه و یکشنبه چادرهای خود را مجدداً برپا کردند. معترضان به جنگ غزه از دانشگاه کلمبیا می‌خواهند جنگ غزه را رسماً محکوم کند و سرمایه خود را از سهام شرکت‌هایی که به عملیات نظامی اسرائیل در غزه کمک می‌رسانند خارج سازد. به گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از چند دانشجو، دانشگاه کلمبیا و نهاد آموزشی وابسته به آن بارنارد کالج برای برخی از دانشجویان شرکت کننده در تظاهرات احکام تعلیق صادر کردند، از جمله دختر الهان عمر، نماینده دموکرات در کنگره آمریکا. ادامه تظاهرات علارغم واکنش شدید پلیس نیویورک انجام گرفت که روز پنجشنبه چادرها و اردوگاه اعتراضی دانشجویان در زمین چمن دانشگاه را برهم زد و حدود 100 معترض را بازداشت کرد. 3 معترض دیگر نیز بنا به گزارش تلویزیون محلی ABC روز شنبه دستگیر شدند. شهردار نیویورک اریک آدامز روز پنجشنبه گفت این 100 نفر صحن دانشگاه را با اردوگاه غیرقانونی خود 30 ساعت اشغال کرده بودند. اما بعد از انهدام اردوگاه توسط پلیس، معترضان روز جمعه به اعتراض خود ادامه دادند. معترضان از جمله علیه دانشگاه کلمبیا شعار می‌دادند شرم بر شما باد و برای آزادی سرزمین‌های فلسطینی شعار می‌دادند و می‌خواندند که با اتحاد شکست نخواهند خورد. اعتراض در حالی آغاز شده بود که رئیس دانشگاه کلمبیا نعمت شفیق در کنگره آمریکا اعلام کرد که فراخوان کشتن یهودیان و نابود کردن اسرائیل نقض مقررات دانشگاه کلمبیا است و با تظاهرکنندگان برخورد می‌شود.